ضرب و تقسیم عدد صحیح مبحثی که اینجا میخوایم با هم مطرح بکنیم. بچه ها تو قسمت های قبلی راجع به جمع و تفریق عدد صحیح صحبت کردیم، میدونیم یه سری قواعدی داشت و قواعدش مطرح شد، سوالم حل کردیم. توی این قسمت میخوایم راجع به قواعد ضرب و تقسیم عدد صحیح صحبت کنیم. همین اول کاری من بهتون بگم، یه سری قواعد راجع به ضرب و تقسیم داریم، یه سری قواعد راجع به جمع و تفریق داریم در ارتباط با عدد صحیح دارم عرض میکنم خدمتون. معمولا دانش آموزا قواعدی که مربوط با جمع و تفریق عدد صحیح هست و قواعدی که مربوط به ضرب و تقسیم عدد صحیح هست رو با هم جابجا در نظر میگیرن و معمولا باعث میشه که تو حل سوالات با اشتباه مواجه بشن و جواب اون چیزی که باید به دست بیاد به دست نمیاد و پاسخ‌ها معمولا اشتباه میشه. بنابراین دقت کنید، علاوه بر این که قواعد رو یاد میگیریم، تفکیک بین قواعد جمع و تفریق و قواعد ضرب و تقسیم تو ذهنمون باشه که تو سوالات بتونیم از هر کدوم از این قاعده ها سر جای خودش استفاده بکنیم. پس دقت بکنید، میاد میگه ضرب و تقسیم عدد صحیح چیه؟ میگه که اعداد صحیح داره علامت مثبت و منفی هستن. میدونیم ضرب و تقسیم عدد صحیح از قواعد زیر پیروی میکنن. چه قاعده هایی؟ دقت کنید، میگه که اگر یه عدد مثبت داشتی ضرب در یه عدد مثبت دیگه شد، جوابش میشه برابر با یه عدد مثبت. مثلا همینجا من شفاهی مثال بزنم، مثبت 4 ضرب در مثبت 5 میشه مثبت 20، مثبت ضرب در مثبت میشه مثبت. یعنی علاوه بر اینکه عدد تو هم ضرب میکنی، 4 ضرب در 5 میشه 20، مثبت ضرب در مثبت هم باید حاصلش رو بدونی، میشه مثبت. حالا بریم سراغ علامت های دیگه. اگر منفی ضرب در منفی بشه میشه جواب باز هم مثبت. خیلی از بچه ها اینجا اشتباه میکنن، یه عدد منفی ضرب در یه عدد منفی دیگه جوابش میشه مثبت. باز همین مثال، منفی 4 ضرب در منفی 5 جفت عدد منفی هن، 4 5 تا میشه 20 تا، با این کاری نداریم، اما منفی ضرب در منفی میشه مثبت، یعنی جوابت باز هم میشه مثبت 20. دقت کن، اما یه عدد مثبت ضرب در یه عدد منفی جوابش میشه یه عدد منفی، و همین اتفاق باز هم راجع به یه عدد منفی ضرب در یه عدد مثبت میفته، باز هم جوابش میشه منفی. یعنی فرقی نمیکنه جابجا کنیم اعداد رو، عدد مثبت ضرب در عدد منفی جوابش میشه یه عدد منفی. پس اینطوری جمع بندی بکنیم، اگه دو تا عددت هم علامت بود، یعنی جفتش مثبت بود یا جفتش منفی بود، ضربش میشه چی؟ مثبت. اگه اعدادی که داری علامتاش با هم فرق میکرد، مخالف هم دیگه بود، یه مثبت یه منفی، ضربش میشه چی؟ یه عدد منفی. اینو باید تو ذهنمون بسپاریم. توی ضرب اعداد صحیح این اتفاق میفته. حالا همینو دقت بکنید، علامت تقسیم هم همینه، من علامت تقسیم هم زیر علامت ضرب قرار دادم. همین قواعد برای تقسیم دو تا عدد هم صادقه، یعنی اگه عدد مثبت تقسیم بر عدد مثبت شد باز هم جوابش میشه مثبت، عدد منفی تقسیم بر عدد منفی شد باز هم جوابش میشه مثبت، عدد مثبت تقسیم بر عدد منفی و عدد منفی تقسیم بر عدد مثبت هم جوابش میشه منفی. این نکاتیه که تو ضرب و تقسیم عدد صحیح باید تو ذهنمون داشته باشیم بتونیم ازش استفاده کنیم. یه مثال حل بکنیم، میگه حاصل عبارت زیر را بیابید. خب 4 دسته ضرب براتون قرار دادم، ببینیم که جوابش چی میشه. اولیش منفی 2 ضرب در منفی 8. خب اولین کاری که میکنید اینطوری بچه ها سوال حل بکنید، اول عددا رو تو هم ضرب بکنید. این کاری که باید همیشه انجام بدیم، میدونیم 2 ضرب در 8 میشه 16. خب اما علامتش چی؟ منفی ضرب در منفی، با خودمون مرور کنیم، منفی ضرب در منفی میشه چی؟ مثبت. پس جواب ما میشه مثبت 16. خب به همین راحتی. یا سوال بعدی نگاه کنید، 3 ضرب در 4 بدون اینکه علامتش رو در نظر بگیریم میشه 3 4 تا 12 تا، اما مثبت ضرب در منفی میشه چی؟ منفی. گفتیم اگه علامت ها با هم یکسان نبود جوابمون میشه منفی، پس جوابش میشه منفی 12. باز تو سوال بعدی دقت میکنیم، میبینیم که علامت ها با هم فرق میکنه، مثبت 5 ضرب در منهای 4. خب جواب ضرب علامت هامون چی میشه؟ میشه منفی. عدداش چی؟ 5 ضرب در 4 میشه 20، مثبت ضرب در منفی میشه منفی، میشه منفی 20. مثبت 5 ضرب در مثبت 8. خب اولین کاری که میکنیم چیه؟ عدد رو تو عدد ضرب میکنیم، 5 ضرب در 8 میشه 40، مثبت ضرب در مثبت میشه مثبت، یعنی جواب میشه مثبت 40. اگه میخوای راحت باشی این کاری که میگم رو انجام بده، اول عدد رو تو عدد ضرب کن، بعد علامت رو در علامت ضرب کن. یادت باشه این ضرب علامت ها معمولا واسه بچه‌ها از قلم جا میفته. یعنی چی؟ یعنی معمولا فراموش میکنن.
یعنی عدد رو تو عدد ضرب کرده، علامت رو دیگه یادش رفته. حتما یادتون باشه عدد در عدد، علامت در علامت، این اتفاقی که باید هی تو ذهنتون تمرین بکنید تا بتونید ضرب و تقسیم اعداد صحیح رو به راحتی انجام بدید. فقط یه نکته هم بگم، تقسیم اعداد صحیح هم به همین ترتیبه و کافیه که دو تا عدد رو تقسیم کنی و علامتاش هم در علامت تقسیم کنی. قواعد تقسیم با قواعد ضرب دقیقا یکیه، یعنی علامت ها به همون ترتیبه، منفی تقسیم بر منفی هم میشه مثبت. مثل همین چهار تا مثالی که حل کردیم شما میتونید تقسیمش هم حل بکنید در خودتون، به شرطی که اول عدد رو تقسیم بر عدد بکنید و بعدش علامت رو تقسیم بر علامت بکنید. اما بحث بعدی که داریم راجع به ضرب اعداد صحیح با استفاده از محور اعداده. خب حالا میخوایم از محور اعداد کمک بگیریم برای ضرب دو تا عدد صحیح، چیکار میکنی؟ میگه که همواره ضرب دو عدد به صورت زیر است: تعداد حرکت ضرب در مقدار حرکت. بچه ها وقتی میخوای روی محور نمایش بدی دو تا عدد داری، یکیش تعداد حرکت رو مشخص میکنه، یکیش مقدار حرکت رو مشخص میکنه. سوال: آیا عدد اولیه تعداد رو مشخص میکنه همیشه؟ نه. یعنی اینطور نیستش که عدد اول تو بگی تعداد حرکت منو داره نشون میده، عدد دوم داره مقدارش رو نشون میده. پس چی؟ ما چجوری بتونیم متوجه بشیم؟ دقت کنید، تعداد حرکتت اون عددیه که مثبت باشه، عدد صحیح مثبت. چرا؟ چون شما وقتی میخوای تعداد رو بیان کنی همیشه عدد مثبت میگی. مثلا شما میگی من 5 تا کتاب میخوام بخرم، هیچ وقت نمیشه ما بگیم ما منفی 5 تا میخوایم کتاب بگیریم. پس عدد منفی نمیتونه بیانگر تعداد باشه، همیشه عدد مثبته که تعداد رو داره برای ما بیان میکنه. رو محورم همینه. مثلا نگاه کنید به این مثال، میگه که منفی 2 ضرب در 3. خب کدوم یکی از این اعداد مثبتن؟ عدد 3. ما میخوایم این رو روی محور نمایش بدیم. اولین سوالی که از خودمون میپرسیم اینه چند تا فلش بکشم. میگه چقدر؟ میگه عدد مثبتتو نگاه کن، مثبت 3، یعنی 3 تا فلش بکش. ببین تعداد حرکتت، تعداد فلشت، تعدادش 3، یعنی 3 تا فلش. فلش چقدری؟ مقدارش چقدره؟ مقدارش منفی 2ه. منفی 2 یعنی چی؟ 2 تا به سمت چپ. اینجا نگاه کنید، از 0 شروع میکنیم، میگیم چی؟ تعداد حرکتمون 3، 3 تا فلش منفی 2، این اولیش، دوباره یکی دیگه دومیش و دوباره یکی دیگه سومیش. 3 تا فلش منفی 2 نمایش دادیم. به چه عددی رسیدیم؟ به عدد منفی 6 رسیدیم. پس یه عدد بیانگر تعداد فلش یا تعداد حرکته، یه عدد هم بیانگر مقدار حرکته. و همیشه میدونیم از توی بحث ضرب اعداد صحیح روی محور از 0 شروع میکنیم به حرکت، از 0 شروع میکنیم. خب حالا چند تا فلش میخوام؟ 3 تا، چون عدد صحیح هم، عدد صحیح مثبت هم 3. چقدر باید حرکت کنم؟ منفی 2، منفی 2، منفی 2. پس 3 تا فلش منفی 2 رسم میکنم و به عدد منفی 6 میرسم. به این ترتیب میدونیم که منفی 2 ضرب در 3 عددش میشه حاصل عبارتش برابر با منفی 6 و ما اینجا تونستیم رو محور هم نمایش بدیم. پس نمایش ضرب دو تا عدد صحیح رو محور این نکات رو داره که خیلی مهمه رعایت کردنش. فقط این نکته آخر بگم، اگر دو تا عددت مثبت بود تعداد فلشی که حالا میخوای در نظر بگیری هیچ فرقی نمیکنه کدوم رو در نظر بگیری، هر کدوم از اعداد مثبتت رو در نظر بگیری به جواب صحیح میرسی و پاسخت هم صحیحه و میتونی روی محور نمایشش بدی. این نکات رو رعایت بکنید، ضرب اعداد صحیح روی محور رو هم میتونید به راحتی انجام بدید.